ایالات متحده آمریکا یکی از پرمدعاترین کشورهای جهان در راستای دفاع از حقوق بشر به شمار می رود. اما متاسفانه همواره شاهد اقدامها و رفتارهای ضد اسلامی در این کشور بوده ایم. این بار گویا دولت آمریکا قصد دارد با برداشتن گامی مؤثر در مسیر مقابله با این گونه اقدامها و رفتارهای ضد اسلامی در زمینه دفاع از حقوق مسلمانان اقدام مهمی انجام داده باشد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در یک تحول مهم برای جلوگیری از حوادث فضاینده اسلام حراسی در ایالات متحده آمریکا لایهی در کنگره این کشور ارائه می شود که به جلوگیری از اقدامات اسلام حراسانه یا هرگونه اظهارات توهینآمیز علیه مسلمانان کمک می کند. تاهر جاوید یکی از رهبران ارشد حزب دموکرات آمریکا در مصاحبه ای با نیشن در اسلام آباد گفت پیشنویس این لایه آماده شده و در آینده نزدیک در مجلس نمایندگان ارائه خواهد شد. تاهر جاوید که این هفته وارد اسلام آباد شد و با عمران خان نخست وزیر و سایر وزیران دیدار کرد و طی اظهاراتی گفت جو بایدن قصد دارد به وعده هایی که در مبارزات انتخاباتی خود به مسلمانان داده بود عمل کند. وی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از ادای سوگند خود به کاخ سفید رفت و دستور ممنوعیت فرمان اجرایی دونالد ترامپ که جلوگیری از ورود مسلمانان به این کشور را صادر کرده بود امضا کرد. این رهبر ارشد حزب دموکراتیک آمریکا ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست جمهوری بایدن مشکلات مسلمانان در این کشور اگرچه به طور کامل حل نمی شود اما به حداقل برسد.